کدوم گزینه عبارت زی رو به درستی تکمیل میکنه میگه هر بخشی از بدن یک فرد سالم که جای خالیه حاوی مورگایی که جای خالیه حالا ببینیم میگه هر بخشی از بدن که سلولاش تو تولید کلسترول و لسیتین نقش دارن یعنی کبد پس الان سوال این شد میگه کبد فاصله مویرگا شده میگه مویرگای کبد مویرگای کبد فاصله سلول پهن و نازک دیوارش بسیار زیاده میگیم کاملا درسته چرا به خاطر اینکه بافتی که ازش تشکیل شده بافت در حقیقت با فاصله سلولی بسیار زیاد هستند پس اگر فاصله بین سلولی زیاده میگیم که رشته ها یا سل پهن و نازک از هم فاصله زیادی گرفتن پس فعلا گزینه یک گزینه صحیح همونه حالا گزینه دو میگه تحت تأثیر ترشوهات قده فوق کلیه فشار خون رو زیاد میکنن دو جاست که این کارو میکنه یکی قلب یکی کلیه است حالا میگه سلولای بافت پوششیش به همدیگه ارتباط تنگاتنگی دارن میگیم نه توی کلیه سلولا اصلا فاصله شون زیاده و منفذ ایجاد میشه حتی پس گزینه دو رد میشه سه میگه خون غنی از CO2 خودشونو از طریق سیاهرگ باب به قلب هدایت میکنن یعنی کجاها ببین اونایی که میریزن تو کبد از کبد میره به سمت قلب اینا سیاهرگ باب خونشون رو به سمت قلب میبره مثلا کجا مثلا پانکراس مثلا روده باریک مثلا معده تمام اینها از چی تشکیل شدن میگیم که خون سی 2 شون و دارشونو از طریق سیاهرگ به سمت قلب میبرن سیاهرگ باب حالا میگه اینا با داشتن لایه پروتئینی زخیم عبور پروتئین های درشت رو محدود میکنن از اینایی که بهتون گفتم فقط روده باریک سلولای مورگیش چنین ویژگی رو دارن چرا؟ به خاطر اینکه بافتشون منفضیه پس گزینه سه هم نادرسته چهار میگه لیپیت های کیلومیکرون ها در آنجا ذخیره می شود یاخته های پوششی سنگفرشیش با فاصله گرفتن از هم حفره ایجاد میکنن میگیم آقا اینا در مورد هم کبده هم بافت چربیه اگر در مورد کبدش رو در نظر بگیریم میتونه درست باشه ولی در مورد بافت چربی ما میگیم این بافت سلولا به هم دیگه پیوستن توی مویرکاش پس گزینه چهار هم نادرست میشه تنها گزینه صحیح همون گزینه یک میشه